سلام بر شما. اشتباه در محل کار معمولا یک مشکل بزرگ نبوده. ممکن است که سفارش مشتری را فراموش کرده باشید، اما فرصت جبران وجود دارد. اما اشتباهاتی هم وجود دارد که ترمیم آن هزینه میلیارد دلاری بر جای گذاشته است. از دکل نفتی آلفا تا سقوط بزرگراه هانشین و در کل 5 گرانترین اشتباه در کل تاریخ را برایتان تهیه کرده ایم. پس با بوداپرس همراه باشید و از بهترین ها آگاه شوید. شماره 5، پایپر آلفا. آلفا پایپر و یا دکل نفتی آلفا مجموعه ای از سکوی نفتی بوده که در دریای شمال و در حدود 120 مایل دورتر از ساحل اسکاتلند واقع شده است. این مرکز فعالیتش را در سال 1976 به عنوان یک بستر نفتی شروع کرد، اما در جریان زمان تولید گاز در آن اضافه شد که در 6 جولای سال 1988 فاجعه به بار آورد. یک اشتباهی ساده منجر شد که تمام ساختار نابود شود. شیری یمنی فشار شکن مربوط به پایپ تزریق میعانات یا پایپ منقبض شده و یا کاندنسد در عملیات نگهداری روزانه پمپ از مدار خارج شده بود. لوله کاندنسد به صورت موقت با دو فلنج موقت بسته شده بود. با وجود عدم اتمام عملیات در غروب و تغییر شیفت، تابلوی تحت تعمیر بر روی پمپ وصل نشده بود، لذا پمپ میعانات نباید در هیچ شرایطی روشن میشد. شیفت بدل شد، به هر دلیلی تابلوی تحت تعمیر وجود نداشت. خطای ارتباطی باعث شد کارکنان شیفت شب پمپ را پس از کار افتادن پمپ های دیگر روشن کنند. به همین دلیل کاندنسیت گازی از دو فلنج سرایت کرد و پس از سرایت گاز چند انفجار در سکو روی داد. دیسک موقت به دلیل فشاری بیش از حد نتوانست مقاومت کند و گاز به بیرون دست کرد و انفجار صورت گرفت. از 226 کارمند حاضر بر روی سکو 61 نفر زنده ماندند و آتش سوزی پس از 3 هفته مهار شد. پس از انفجار در این سکو کل تأسیسات نابود شد و 1.4 میلیارد دلار خسارت پدید آمد. تحقیقات شروع شد و تا در آینده از چنین اتفاقات جلوگیری شود و بازماندگان قربانیان این حادثه، مجتمع نجات آلفا پایپر را ایجاد کرد که برای تدابیر ایمنی کمپین می نمایند. مناره یادگاری قربانیان با تندیس 3 کارمند در پارک در انگلستان ساخته شد و در سال 2008 نمایشنامه تحت عنوان مبادا فراموش کنیم ایجاد شد که باید از چنین فاجعه‌ای جلوگیری شود. شماره 4، زمین لرزه ژاپن. در 17 جنوری سال 1995 زمین لرزه 6.9 درجه ریکتر ژاپن را لرزاند. این زمین لرزه در حدود 20 ثانیه دوام کرد و اما این تنها چیزی بود که برای ویرانی یک شهر نیاز بود. ویرانی شهری که ده ها سال تعمیر آن وقت می گیرد. بزرگترین ساختمان ها نابود شد و یکی از بزرگترین ویرانی تاریخ بزرگراه هانشین بود که این راه اصلی اتصالی بین کوبی و اوسکا بود. بزرگراهی که باید از چنین زمین لرزه نجات میافت، اما تحقیقاتی که بعد از زمین لرزه صورت گرفت نشان داد که بزرگراه دارای نقص طراحی ساختاری بوده که این ساختار در برابر لرزه و مسیر طولانی مقاوم نبوده است که باعث شده لنگرش را حفظ نتواند. این سقوط سرخط خبرها در جهان قرار گرفت و خیلی ها باور نمی کردن که این حادثه رخ داده باشد. در چندین قسمت این بزرگ را شکستگی و سقوط صورت گرفته بود که ترمیم آن یک سال طول کشید و در 30 سپتامبر 1996 دوباره بازگشایی شد. ترمیم این بزرگ را و باز شدن آن برای ترافیک مبلغ 4.6 میلیارد دلار هزینه برداشته بود. این گوشه ای از هزینه بجا مانده از زمین لرزه است و تخمین زده شده که در حدود 200 میلیارد دلار زیان وارد کرده بود. راه دوباره ترمیم می شود و اما تعداد 6434 نفر جان داده بودند هرگز بر نگشتند. بعد از زلزله 1.2 میلیون نفر داوطلب شدند که رضاکارانه کمک کنند. شماره 3، در ماه نوامبر سال 2002 تانکر نفتکش MV که 77,000 تن نفت را حمل میکرد، چرخش غیر منتظره نفتکش در طوفان گیر کردن و این تانکر در 13 نوامبر در نزدیکی ساحل گالاکش اسپانیا کاملا گیر کرد. ناخدای کشتی تلاش کرد تا دولت کاری کند، اما دولت‌های فرانسه، اسپانیا و پرتغال هیچ کاری انجام ندادند. در 19 نوامبر نفتکش کاملا غرق شد و زیر آب رفت و در عمق اقیانوس نشست.
تخمین زده شده بود که 18 میلیون بلر نفت در دریاره ها شده است. این باعث شد که هزاران کیلومتر در ساحل فاجعه به بار بیاورد و بیشتر از 1000 ساحل در فرانسه، اسپانیا و پرتغال از این وضعیت رنج می بردند. این فاجعه بزرگترین فاجعه طبیعی در این کشورها به شمار می رود که با آلودگی نفتی همراست. در سال 2013 دادگاه حکم صادر کرد و هزینه کل این فاجعه را 494 میلیون دلار برآورد کرد. بعد از این حادثه کاپیتان این نفتکش دستگیر شد و در سال 2013 سه دادگاه حکم صادر کرد که هیچ گونه جرمی را نمیتوان برای هیچ یکی از افراد موجود در کشتی یافت و با آنکه کاپیتان محکوم شناخته شده بود، زیرا او از دستور دولت سرپیچی کرده بود و برای وی دستور داده شده بود که باید کشتی را تا حد ممکن از ساحل دور کند، اما کاپیتان 9 ماه از وظیفه تعلیق شد. بعد از تحقیقات متوجه شدند که کشتی از لحاظ ساختاری مشکل داشته و هرگز نباید به آب فرستاده می شد. شماره 2. دریاچه در لوئیزیانا واقع بود. این دریاچه برای سالها محل دلخواه و محبوب برای ورزشکاران بود تا اینکه یک روز تاریخی فرا رسید. در نوامبر سال 1980 یک شرکت حفاری اکتشافی که در دریاچه فعالیت میکرد به صورت تصادفی یک معدن نمک را حفاری کرد که متعلق به شرکتی نمک کریستال بود. خیلی وقت نگرفت که کل معدن با آب پر شد و گودال بزرگ ایجاد شده باعث شد که کل دستگاه حفاری آب، درختان بیشمار، قایق، هرچی در اطراف بود را ببلد. آب شیرین از دریاچه خلاص شد و دریاچه به یک سرزمین خشک تبدیل شد. نمک از خلیج مکزیک به این سمت راه افتیدن و تمام ساحل را نابود کرد. خوشبختانه 55 نفر کارمندی که در معدن وجود داشت سالم بیرون آمد و تلفات انسانی نداشت. بعد از این فاجعه کمپانی حفاری مجبور شدند که مبلغ 32 میلیون دلار به کمپانی کریستال نمک بدهد و مبلغ 9 میلیون دلار برای نهالشانی و بازیابی فضای سبز آن پرداخت کنند. بر علاوه این هزینه، خساره دائمی بر اکوسیستم این محیط وارد کرد. این دریاچه را از آب شیرین به آب نمکی تبدیل کرد. شماره 1. یکی از مشهورترین بلایای دستساز در تاریخ بشر در 26 اپریل سال 1986 رخ داد. بیشتر ما درباره حادثه چرنوبیل چیزهایی شنیده ایم. انفجار اتمی این راکتور 10 برابر قوی تر از هیروشیما نه تنها کل اوکراین بلکه نیمی از اروپا را تهدید میکرد. این حادثه با هزینه بالغ بر 200 میلیارد دلار پرخرجترین حادثه تاریخ به شمار میرود. در 25 و 26 اپریل 1986 متصدیان راکتور برای انجام آزمایشی سیستم ایمنی راکتور را غیر فعال کردند. بدون توانایی در کنترل راکتور دمای آن به حدی رسید که بیشتر از حرارت خروجی طرح‌ریزی شده بود. حادثه زمانی آغاز شد که در ساعت 10:11 شب 25 اپریل 1986 نیروگاه چرنوبیل دستور کاهش میزان قدرت راکتور برای تست را دریافت نمود و نیروگاه شروع به کاهش قدرت راکتور شماره 4-30% نمود. دو اشتباه واقعی مهلک چرنوبیل را رقم زد. اولین اشتباه زمانی بود که کنترل کننده راکتور به اشتباه و بر اثر عدم تنظیم کردن میله های جذب نوترون نیروی راکتور را تا 1% کاهش داد و راکتور بیش از پیش افت قدرت پیدا کرد. در اینجا بود که پرسنل دومین اشتباهی خود را انجام دادند و تقریبا تمامی میله های کنترل را از داخل راکتور بیرون کشیدند. این همان زمانی است که ماشین را در آن واحد هم گاز داد و هم ترمز گرفت. در این زمان و با وجود نبود میله‌های کنترل کننده قدرت در داخل منطقه فعال، نیروی راکتور به 7% افزایش پیدا نمود. 24 صبح یک انفجار اولیه پوشش 1000 تنی بالای راکتور را بلند و راه را برای خروج مقدار زیادی بخاری آب داغ هموار کرد و این مقدمه یا بود بر انفجار دوم ناشی از هیدروژن که ممکن است حاصل ترکیب بخاری آب لوله‌ای پاره شده و یا حتی گرافیت هسته‌ای راکتور بوده باشد. انفجار دوم سقف راکتور را پاره کرد و 25% از تأسیسات هسته‌ای راکتور را از بین برد. گرافیت سوزان و مواد داغ هسته که در اثر انفجار بیرون ریخته بود باعث ایجاد حدود 30 آتش‌سوزی جدید شد. هزینه پاکسازی آن 68 میلیون دلار آمریکا گفته شده و حدود 7 میلیون نفر در روسیه، بلاروس و اوکراین از انفجار صدمه دیدند. تا هنوز هم این بزرگترین فاجعه و اشتباه در تاریخ بشر است. این بود گرانترین اشتباه که در تاریخ صورت گرفته است. حالا کدام یکی برایتان دردآور و جالب بود؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.